بحران اعتماد در حکومت ایران زیر سایه پنهانکاری و تناقض‌گویی. یک عضو مجمع تشخیص مصلحت میگوید نظام چوپان دروغگو شده. در ادامه برنامه امشب، جنگ لفظی ایران و امارات بر سر دوستی با دشمن قدیمی. رئیس جمهوری اسرائیل از ولیعهد ابوظبی برای دیدار رسمی دعوت کرد. اتهامی تازه درباره تشویق طالبان به کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان. CNN به نقل از مقام‌های اطلاعاتی آمریکا میگوید ایران به شبکه حقانی پاداش داده. و حال ناخوش استاد آواز ایران با پزشک معالج محمد رضا شجریان درباره شرایط جسمی او گفتگو میکنیم. شصت دقیقه زنده از BBC در لندن. در ایران حکومت درگیر بحران اعتمادی است که حالا چهره‌های نزدیک به هسته مرکزی قدرت هم آن را پنهان و انکار نمی‌کنند. از جمله احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و سازمانی که برای دیدبانی شفافیت و عدالت ایجاد شده. صاف و پوستکنده می‌گوید چوپان دروغگو شده ایم. یکی از وزیران دولت حرف از پویشی ملی برای شفافیت میزند، لابد برای بازگرداندن اعتماد از دست رفته. شمار دیگر از فعالان سیاسی که هنوز زیر چتر حاکمیتند ولی در حاشیه قدرت، هشدار میدهند که خدشه به اعتماد عمومی نظم اجتماعی را متلاشی میکند. ولی چه شده است که حلقه های خودی هم میگویند باور به این حکومت در پایین ترین سطح خود است و نظام اسلامی اسلام را بدنام کرده و میکند. می شود آب رفته را به جوی بازگردان. بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. چهره های گریان بازماندگان قربانیان سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین و فراز ایران با شلیک موشک های پدافند سپاه پاسداران. غرب کشور بودم، بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشیم. اعتراف به ساقط کردن هواپیما پس از 3 روز انکار خشم خیلی ها را به جوش آورد. با گذشت بیش از 7 ماه، چند و چون دقیق این حادثه که جان 176 نفر را گرفت همچنان مبهم است. 21 دی. اما یک چیز روشن است، خیلی ها به حکومت بی اعتماد تر شده اند. حکومتی که به گفته احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، در چشم مردم مثل چوپان دروغگو شده. او در گفتگو با روزنامه اعتماد می گوید امروز شرایط به واسطه تراکم و انباشت 1001 معضل چنان شده که هرچه بگوییم مردم می گویند دروغ است. باید بپذیریم که ما به مردم دروغ گفتیم که حالا به این نتیجه رسیدند و به ما میگویند دروغگو. اعتراض های آبان 98، منشأ آن گران شدن بنزین. اعتراض هایی که به شدت سرکوب شد. به گفته سازمان عفو بین الملل بیش از 300 معترض کشته شدند. به گفته حکومت در مجموع 230 نفر. حالا اما 9 ماه پس از آن اتفاقات، مشاور رئیس جمهوری ایران گفته که حسن روحانی هنوز گزارش روشن و قابل دفاعی از کشته شدگان آبان دریافت نکرده. حسام الدین آشنا به ماهنامه اندیشه پویا گفته نیروی انتظامی یک چیز میگوید، وزارت کشور چیز دیگری میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری را میگوید. یک توطئه عمیق وسیع بسیار خطرناکی که این همان اعتراض هایی است که آیت الله خامنه ای رهبر ایران شرکت کنندگان در آن را وابسته به کشورهای خارجی نامید، نه نارضایانی از وضعیت بد اقتصادی. در یک چنین حوادثی معمولا اشرار، چینه ورزان، انسانهای ناباب وارد میدان میشن، گاهی بعضی از جوانها هم از رو هیجان با اینا همراهی میکنن. رفتم توی دارخونه شبانه روزیش، میگم ماسک میخوایم. اولین موارد رسمی مرگ ناشی از ویروس کرونا در خاورمیانه متعلق به ایران بود. با
گذشت ماه‌ها از ورود این ویروس به ایران، درباره زمان ورود ویروس به کشور اما و اگر وجود دارد، هم درباره شمار واقعی مبتلایان، هم جان باختگان. بسیاری معتقدند ویروس قبل از تاریخی که اعلام شد به ایران رسیده بود، اما حکومت به دلایل مذهبی سیاسی آن را دیرتر اعلام کرد. شما میدونید که علیه شرکت مردم در انتخابات چه حجمی کار شد؟ کم نیستند کسانی که معتقدند حکومت به دلیل برگزاری انتخابات 11 دوره مجلس و همچنین سالگرد انقلاب ایران زمان ورود کرونا به کشور را از مردم پنهان کرد. بی اعتمادی های از این دست در جمهوری اسلامی تاریخی طولانی دارد. نمونه دیگرش انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88. همان انتخاباتی که معترضان به آن کف خیابان‌ها را پر کردند و از دروغگویی در اعلام نتیجه انتخابات گفتند. احمد توکلی راهکارهایی برای ایجاد افزایش اعتماد مردم به حکومت ارائه کرده. از جمله مسئولان به مرور رفتار خود را اصلاح کنند و دیگر به مردم دروغ نگویند. و دوم آنچه او از آن به عنوان شوک درمانی نام می‌برد. به این معنی که کارهایی صورت گیرد که مردم گمان می کنند در جمهوری اسلامی امکان اجرای آنها وجود ندارد. ولی این راه حل ناقصیه. تا اصل بیماری به رسمیت شناخته نشه اصلا تجویز نمیشه این مشکل. به نظر می رسد تا وقتی که حکومت گامی اساسی در اعتماد سازی بر ندارد، نارضایتی از نظام حاکم بیشتر و شکاف بین حکومت و بخش بزرگی از مردم عمیق‌تر شود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. مهدی خزالی فعال سیاسی از تهران با ماست و شهریار آهی فعال سیاسی مشروطه‌خواه هم از استکهلم سوئد. آقای خزالی، چرا کار حکومت ایران به اینجا رسیده؟ با سلام خدمت شما و مهمانتان و بینندگان. ببینید، خب شما کامل بیان کردید که وضعیت به گونه ای شده که به چوپان دروغگو رسیده است و آقای توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و از جناح اصولگرایی این اعتراف رو میکنه. اما این اعتراف دیرهنگام نشود بهانه ای برای اینکه بمانیم. نه، ببینید، آقای قالیباف میگه بله این ملکی که مثلا آقای توکلی 3000 متر در سعادت آباد گرفته این که بر نمیگرده. نه، چرا بر نمیگرده؟ امیرالمومنین میفرماید که اگر در کابین زنانتان هم باشد باید برگردد، یعنی ملکی که در اختیار دیگران هست. آقای فتاح هم میاد برای انتخابات 1400 از همان حرفهایی میزنه که عزیزی نوشته بود کوچه ای که آقای فتاح وارد شده انتهای اون آقای احمدی نژاد دکان دارد. اینها دروغگویی رو متاسفانه نهادینه کردن و تبدیل شدن به چوپان دروغگو. آقای خزالی، سوال من بود که چی باعث میشه که یک نظام حکومتی حال روزش به اینجا برسه؟ دروغ. به همین سادگی مهمترین آسیبی که پیامبر میگه ممکنه مؤمن خیلی از گناهان کبیره رو پاش بلغزه انجام بده که دونه دونه اصحاب سوال میکنن، میگن بله ممکنه، اما میگن دروغ میتونه بگه، میگن نه خیر مؤمن دروغ نمیگه. آقایون بعد از این همه دروغی که مردم گفتن دنبال این نباشن آیا احمد توکلی میگه باید اعتماد سازی کنیم. نه خیر، اعتماد سازی اون وزیر قزاقستانی که گفت 100,000 مسکن میسازم، ولی چون شد 70,000 تا خودشو در مقابل دوربین به آتش کشید. شما حداقل نمیگیم هاراگیری کنیم، نمیگیم به آتش بکشید، بذارید بروید دیگران بیایند. نه، شما میخواهید اعتماد سازی کنید که باز باشید. نه، این راهش نیست، راهش کنار کشیدن است. آهی، شما چی فکر میکنید؟ چی شده که حاکمیت در ایران به جایی رسیده که الان حلقه های خودی، حلقه هایی که نزدیک هستن به هسته سخت قدرت، میگن ما شدیم چوپان دروغگو؟ این واقعا موجب تأسف برای ما یه کشور شیعه که اکثریت بزرگ جهان اسلام سنی ها به خصوص وقتی که راجع به شیعیان صحبت میکنن، موضوع تقیه و مجوز داشتن برای دروغگویی رو عنوان میکنن، درست خلاف اون پیام پیامبر که آقای خزالی بهش اشاره کردن. حق، حقانیت، مشروعیت، همه اینها بستگی به حقیقت داره. وقتی شما یه نظامی دارید که در رأسش با
قدرت متمرکز بلا منازعه دست ولایت فقیه، همه چی رو به بالا و رو به اوست، نه رو به مردم. این یه سیستمیه که دروغگویی به مردم رو رواج میده و هیچ وقت در تاریخ ایران در 140 سال اینقدر اعتماد از بین نرفته بود. اعتماد مردم به هم دیگه، اعتماد خارج به کشور ایران، اعتماد در اقتصاد که موجب سرمایه گذاریه، اعتماد در اجتماع که سکه رایج اجتماع برای تعامل مردم با همه، همه اینها از بین رفته، شکی در این نیست. و موضوع این نیست که این شخص یا اون شخص حالا بیان راستگو بشه، موضوع سیستمی است که این دروغگویی رو بهش بها میده، پاداش میده. این سیستم برای از بین بره. آقای خزعلی، آقای آهی میگن که آب از سرچشمه گلالوده. بله دقیقاً، سیستم فاسده و سیستم باید اصلاح بشه. ما هر چی هم آدم‌های سالم تو این سیستم بیارین فاسد میشن، باید سیستم درست شه. ببینید، فکر می‌کنم 6 سال پیش بود که اون رسوایی فیش‌های نجومی در اومد. ما یک نامه‌ای نوشتیم، راهکارم دادیم، گفتیم آقای رئیس جمهور مطالبه گری کردیم، شفافیت از دولت شروع کن، حقوق‌ها مشخص باشه، از رئیس جمهور تا آبدارچی شاغل در دولت بتونن مردم با نشستن پای لپتاپشون سرچ کنن. کما اینکه شما میتونید الان حقوق رئیس جمهور آمریکا رو سرچ کنید و ببینید با مزایا چقدر میگیره. این خیلی ساده هم هست. آقای وزیر رفاه به خاطر بحث یارانه ها تمام اینها رو مشخص کرده بودن، یعنی دارند و میتونستن ظرف یک ماه در اختیار مردم قرار بدن با یک نرم افزار، مردم برن ببینن چه کسی چقدر حقوق میگیره. آقای رئیس جمهور با یک سخنرانی و با یک نامه سر مردم رو گرم کرد و دیگه فراموش شد. 6 سال شفافیت در حقوق و دستمزد کارکنان دولت، البته همه قوا، سه قوه باید این کار رو بکنن، انجام نشده است. در جاهای دیگه هم می‌بینیم بسیاری از اینها بسته است، به خصوص در مواردی مثل بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان ما. ببینید، من همین چند روز پیش رفتم یک استعلامی بگیرم از ثبت. خیلی جالبه، ثبت باید استعلام کنه از ستاد اجرایی فرمان امام که این سند رو مثلا المثنا بدیم یا ندیم. خیلی جا گفتن آخه این برعکس کارش، بایستی شما از ثبت استعلام کنید و اگر مالی رو توقیف کردین یا مصادره کردید شما به اونجا میگید این سند توقیفی است. اما الان ثبت برای هر سندی از ستاد اجرایی میخواد استعلام کنه. این حلقه معیوب و این سیکل معیوب و این سیستم بیمار همه رو گرفتار کرده. ما باید سیستم رو درست کنیم. با یک فرد و دو فرد و رئیس جمهور هم کار حل نمیشه. بسیار زیبا فرمودن آقای آهی، سیستم بیماره و باید سیستم درست بشه. خب اصلاح سیستم آقای آهی امکان داره؟ کاملا، خیلی هم ساده هست. ببینیم، یه نهادهای بین‌المللی هستن که استانداردهای موازینی رو گذاشتن، کافیه که اون موازین رعایت بشه. شفافیت در سیستم مالی و بانکی FATF هست که الان ایران رو توی لیست سیاه گذاشته، مردم بدونن پولا کجا میره. شفافیت در بودجه کشور، یه نهاد بین‌المللی هست به اسم BPI، نمره میده از 100 به 0 به کشورهای مختلف. حتی مثلا آمریکا خیلی بالا نیست، کشور اسکاندیناوی خیلی بالاتر هستن، حدود 90 هستن از 100. آمریکا حدود 77-78 هست، ایران 1 هست، 1 از 100. شفافیت در تضمین سرمایه، یه نهاد بین‌المللی هست به اسم میگا، کاملا قواعد رو میذاره، رعایت بکنین اون وقت سرمایه تضمین میشه، سرمایه گذاری چه خارجی چه داخلی. آقای آهی، اتفاقا بحث شفافیت که میشه الان حکومت میگه ما به دنبال اینیم، مشخصا وزیر رفاه، وزیر تعاون کار رفاه اجتماعی میگه که ما با مثلا ایجاد سامانه های شفافیت به پویش ملی شفافیت پیوستیم. ببینید، اگر مثل کشورهایی که روی ویرانه های اتحاد جماهیر شوروی اقتصادهای نوین پویا و پرنشاط و فعالی رو مثل استونی، لاتویا، اسپانیا اعضای اتحادیه اروپا ساختن، بیان 5 شرط رو در قانون مشخص بکنن، همینایی که عرض کردم، رعایت موازین BPI، رعایت موازین FATF، رعایت موازین میگا،
ILO و داوری بین‌المللی در دعواهای اقتصادی. این 5 تا شرط بیان قانونی بکنن، ظرف 5 سال این اقتصاد به دست گل تبدیل بشه. آقای خزعلی، شما چی فکر میکنید؟ این شرایطی که آقای آهی گفتند، عملی شدن این امکان داره؟ ما میدونیم که سر همین قضیه FATF چه جریاناتی که پیش نیامد. ببینید، بسیار ساده است. تمام دنیا این تجربه رو کرده و راهکارهای علمی وجود داره برای شفافیت، اما یک جناحی میخواهد شفافیت نباشد. ببینید، سالها پیش، شاید 11 سال 12 سال پیش، اومدن تحقیق و تفحص مجلس از سازمان بازرسی قوه قضاییه 124 تا پرونده رو گرفت، مثلا معدن دهبید، لاستیک دنا و این راندخاری هایی که بود. خب کی دستگیر شد؟ افشاگر دستگیر شد، اینا سر جاش موند. یا مثلا پرونده تحقیق و تفحص از شهرداری زمان احمدی نژاد با 350 میلیارد تخلف، کی دستگیر شد؟ اصلا متوقف شد، مجلس گفتن رسیدگی نکنید. پرونده آقای قالیباف در املاک نجومی چه اتفاقی افتاد؟ اون کسی که افشاگری کرد دستگیر شد، اون کسی که افشاگری کرد پرونده داشت. من یک سوال کردم که مثلا فلانی ها آیا در این پرونده ها اسمشون هست؟ برای بنده 2 تا پرونده تشکیل شد. در همه این جهات تلاش بر این است که کسی سوال نکند، در صورتی که روال اسلامی ما این است که عقیل، برادر امپراتوری بزرگ اسلامی، برادر خلیفه مسلمین، گرسنه بودن فرزندانش، عقیل نابینا بود، برای تهیه قرص نانی برای این فرزندانش گندمی بیشتر از بیت المال می‌خواست. آهن گداخته رو امیر مؤمنان علی علیه السلام نزدیک دست او برد، 1400 سال صداش به ما رسیده، آبروی عقیل رفته که اومده بوده از گرسنگی گندمی از بیت المال خواسته. اما الان نگاه میکنیم میگن کشش ندین، سرستاشو در نیارین، اختلاسگران با احترام و حروف الف با معرفی میشن که یه موقع آبروشون نره. از اون طرف چی؟ افشاگران همه زندان میرن. خیلی ساده من راجع به عزیز خودمون میگم، آقا ایشون ملک مصادره میشینه، او میره شکایت میکنه دادگاه امنیتی، دادسرای امنیت، که آقا به اسم من نیست اون ملک، به اسم همسرمه، به اسم شوهرمه. یعنی فاجعه اینقدر عمیقه. بله. و دادگاه امنیتی میپذیره شکایت اون رو. آقای خزعلی ببخشید، من سوال آخر رو از آقای آهی بپرسم، چون سوال اول رو از شما پرسیدم. آقای آهی، مرحله بعد چیه؟ پیامد این فروپاشی اعتماد یا این بحران اعتماد برای حکومت چیه؟ پیامد فروپاشی نهایی خود نظام هست، همچنین نظامی نمیتونه دوام بیاره. ببینیم، پایه قدرت نظام نهادهایی هستن اقتصادی، مثل ستاد اجرای فرمان اما، مثل بعضی از این بنیادهایی که شفافیت ندارن، مالیات نمیدن، مالیاتی که توی تمام کشورهای مترقی درست جایی هست که شما از شفافیت دل و روده فعالیتهای اقتصادی مطلع میشه. و اینها ابزار قدرت این نظام هستن، اینا را اگه ازش بگیرین نظام میفته. و بعد ممنونم از شهریار آهی، فعال سیاسی مشروطه‌خواه از استکهلم سوئد با ما، و مهدی خزعلی، فعال سیاسی از تهران با ما. تلویزیون CNN میگوید به اسنادی دست یافته که نشان میدهد ایران به جنگجویان گروه طالبان برای کشتن نیروهای آمریکا و ائتلاف بین‌المللی در افغانستان پاداش داده، و یکی از دلایل حمله به قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، رابطه ایران با گروه طالبان مرتبط بوده. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در واکنش به این خبر گفته که در این باره چیزی نشنیده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. کمتر از یک سال پیش در این منطقه 10 جنگجو به میدان هوایی بگرام حمله کردند. گفته شده در این حمله 2 غیر نظامی کشته و 70 نفر از جمله 4 کارمند آمریکایی زخمی شدند. به خاطر این حمله یک دولت خارجی و شبکه حقانی متحد طالبان پاداش داد. 2 منبع نزدیک به نهادهای اطلاعاتی آمریکا به CNN گفتند این دولت خارجی ایران است. CNN در گزارش خود به نقل از سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا گفته که این پاداش دست کم 6 بار تکرار شده برای 6 حمله به آمریکایی‌ها.
به گفته این گزارش، حدود یک ماه بعد از حمله بگرام، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در حمله هوایی نیروهای آمریکایی در فرودگاه بغداد کشته شد. یک مقام فعلی و یک مقام ارشد پیشین آمریکا مطلع از این ماجرا به CNN گفتند که در اسناد اطلاعاتی ارتباط ایران با طالبان یکی از علتهای حمله آمریکا به قاسم سلیمانی ذکر شده. طالبان در اوج سلسله سفرهای بین المللیشان دست کم دو بار به ایران سفر کردند. ایران که سالها ده ها هزار سرباز دشمن استراتژیکش در کنار گوشش پایگاه داشته، میگوید با طالبان رابطه داریم. اما با آگاهی دولت افغانستان و برای تشویق آنها به مذاکره. ما معتقد هستیم که به آمریکا نباید اعتماد کرد و معتقد هستیم که حضور آمریکا در منطقه حضور خطرناکی هست و باعث اختلافات زیاد خواهد شد. آمریکا که خودش رو متحد افغانستان حساب میکنه با طالبان مذاکره کرده، معامله کرده و توافق کرده. ما با طالبان هیچ رابطه‌ای به این شکل نداریم. شاید چندین سال هست که ما همونطور که با همه گروه‌ها تماس داشتیم، با اونها هم تماس داشتیم، نظراتشون شنیدیم، نظرات خودمون رو هم گفتیم. در یه مقطعی هم نماینده اونها به ایران سفر کرد، من باش صحبت کردم، با من گفتگو کرد. یک بار دیگر هم نماینده دیگری آمد که با وزیر خارجه ما ملاقات کرد. یک منبع در دولت افغانستان در واکنش به گزارش CNN گفته که در این باره تحقیق می‌کنیم. اگر گزارش CNN درست باشد، بر این نکته تاکید می‌کند که افغانستان میدان نبرد دیگری بین ایران و آمریکاست. از یک طرف ایران برای تضعیف دشمنش در افغانستان پاداش می‌دهد، از طرف دیگر آمریکا هواپیمای جاسوسی RQ-170 به ایران می‌فرستد از باند پروازی در افغانستان. علی حسینی، BBC، کابل. نخست وزیر اسرائیل از ولیعهد امارات برای سفر به کشورش دعوت کرد. این دعوت بعد از توافق اسرائیل و امارات برای عادی سازی روابطشان صورت گرفته. در همین حال امارات گفته که این توافق ربطی به ایران ندارد و ایران نباید در امور داخلی دخالت کند. در روزهای گذشته بلندپایه‌ترین مقام‌های سیاسی و نظامی ایران با لحنی تند تصمیم امارات برای برقراری روابط با اسرائیل را محکوم کردند و به آن کشور هشدار دادند. از طرف دیگر دبیرکل شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تهدیدهای ایران علیه امارات را محکوم کرده و گفته که این شورا از امنیت و حاکمیت ملی امارات دفاع می‌کند. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. امروز در راولپندی تظاهرات طرفداران جماعت اسلامی علیه برقراری روابط دیپلماتیک امارات با اسرائیل. روز پنجشنبه امارات خبر از برقراری روابطش با اسرائیل داد. اولین کشور عربی که طی 26 سال گذشته روابطش رو با اسرائیل عادی می‌کند. اقدامی که در جهان اسلام و کشورهای عربی واکنش‌های متفاوتی داشته و اینجا در پاکستان خشم و مخالفت طرفداران بزرگترین گروه اسلامی کشور. خیانتی هست به آرمان ملت فلسطین. در ایران مقام‌های کشور در روزهای گذشته برای تندتر سخن گفتن علیه این توافق و علیه امارات مسابقه گذاشتند. این رئیس جمهوری کشور: به اینها هشدار میدیم مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. حواسشون جمع باشه، تا اینجا خطای بزرگ و عمل خائنانه ای انجام دادند. همین دیروز بود که نظامیان ایران هم وارد معرکه شدند. رئیس ستاد نیروهای مسلح ایران گفت قطعا رویکرد ملت ایران به این کشور همسایه از اساس تغییر خواهد کرد و چنانچه اتفاقی در منطقه خلیج فارس بیفتد و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران دچار خدشه هرچند اندک شود، ما آن را از چشم کشور امارات متحده عربی می‌بینیم و تحمل نخواهیم کرد. و سپاه پاسداران هم اطلاعیه داد و نوشت
خیانت آشکار امارات به آرمان مشترک امت اسلامی حاکمان این کشور را منفور و آماج نفرت و خشم مقدس جهان اسلام و جبهه حامی ملت مظلوم فلسطین قرار داده که آنها را به سرنوشت دیگر خائنین به خونهای پاک شهدای فلسطین دچار خواهد کرد. در امارات که برقراری روابط با اسرائیل قدمی لازم برای حرکت به سوی آینده تلقی شده، مقام‌های کشور انتظار حرف‌های تند مقام‌های ایران را داشتند. The region is polarized. I would have been surprised if Tehran welcomed the deal. انور قرقاش وزیر مشاور در امور خارجی امارات قبلا گفته بود که اگر ایران از این توافق حمایت می‌کرد متعجب می‌شدیم. اما امروز او اینجا در توییتر با عصبانیت نوشت تصمیم امارات تصمیم یک کشور حاکم است و متوجه ایران نیست. او نوشت ما دخالت در امور داخلی من را قبول نمی کنیم و تهدیدها را رد می کنیم. در اسرائیل نخست وزیر این کشور امروز از فرودگاه بن گوریون دیدن کرد. برای تأکیدی بر باز شدن فرودگاه بعد از تعطیلی های مربوط به شیوع ویروس کرونا. او اینجا خبر از برنامه برای برقراری پروازهای مستقیم داد بین امارات و اسرائیل. از طریق آسمان عربستان سعودی. الان داریم کاری میکنیم که بتوانیم پروازهای مستقیم تل‌آویو و دبی و ابوظبی را از آسمان عربستان شروع کنیم که 3 ساعت بیشتر طول نخواهد کشید و اقتصاد اسرائیل را متحول خواهد کرد. گزارش شده است رئیس جمهوری اسرائیل حالا از شیخ محمد بن زاید رهبر امارات برای سفر به اسرائیل دعوت کرده است. آغاز فصل تازه در روابط. کسرانجی بی بی سی. ادی کوهن پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک بیگین سادات و همینطور نویسنده کتاب هولوکاست در نگاه محمود عباس از تل‌آویو با ماست. تخصص آقای کوهن تحلیل مناقشات اعراب و اسرائیل. آقای کوهن به نظر میاد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و همینطور رئیس جمهور اسرائیل بسیار خوشحال هستن. رئیس جمهوری اسرائیل هم دعوت کرده از مقام‌های امارات متحده عربی. تا چه اندازه پیروزی به حساب میاد برای دولت و حتی حاکمیت در اسرائیل؟ بله، برای نخست وزیر اسرائیل یک پیروزی هست، برای مردم اسرائیل یک پیروزی هست، ولی امیدوارم برای عرب ها هم یک پیروزی باشه. این برای اولین بار هست در طول 41 سال گذشته که عرب ها تونستند یک انور سادات دیگر رو ارائه بکنن، یک مرد صلح دیگه. برای همین این یک پیروزی برای عرب ها هم به حساب میاد که یک رابطه دیپلماتیک رو بین امارات و اسرائیل برقرار کردند. این برای عرب ها هم بهتر هست، برای روابط عرب ها خوبه، برای اقتصاد عرب ها خوبه. اینجا در اسرائیل ما انتظار داریم که با امارات در صلح به سر ببریم، نه مانند صلحی که با مصری ها داشتیم یا با اردنی ها داشتیم. ما صلح واقعی رو میخوایم، ما اون صلحی رو میخوایم، اون رابطه رو میخوایم که مثلا با شاه ایران داشتیم، پروازهایی که 45 سال پیش بین تهران و تل‌آویو برقرار بود. ما رابطه فوق‌العاده‌ای با شاه ایران داشتیم. ما دلمون برای این گونه صلح تنگ شده. انور سادات جان خودش رو بر سر همین کار گذاشت. اون زمان افکار عمومی جهان عرب بسیار برآشفته شد. الان چقدر فرق کرده نگاه کشورهای عربی به این قضیه؟ متاسفانه ما کشورهای زیادی رو الان داریم که این صلح بین امارات و اسرائیل رو به رسمیت نمی‌شناسند.
مثلا ایرانی ها حمایت نمی کند. اونها نمی خوان ببینند که اسرائیلی ها در خلیج فارس باشند. خود فلسطینی ها هم، یا مثلا قطر که حمایت می کنه از حکومت ایران، همه اینها مخالف توافق اسرائیل و امارات هستند. این توافق برای عرب ها همونقدر خوبه که برای اسرائیل خوبه. ما حالا یک عادی سازی منحصر به فردی رو با اماراتی ها داریم. ایرانی ها خیلی ترسیدند. اونها میدونن که ما اطلاعات زیادی رو، دانش اطلاعاتی زیادی رو با اماراتی ها مبادله خواهیم کرد. میدونن ما خیلی چیزها رو با اماراتی ها مبادله کردن. برای همینه که ایرانی ها مخالف این توافق هستند. شما روابط ها رو زیر نظر دارید. سوال من از شما این بود که فکر نمی کنید این اقدام امارات متحده عربی در سطح افکار عمومی امارات یا مثلا جهان عرب با مشکل مواجه بشه، با مقاومت روبرو بشه؟ Well, I see all the Twitter and the Facebook and بله، من در توییتر، در فیسبوک و در اینستاگرام فقط واکنش‌های مثبت دیدم. مردم امارات خیلی ذوق زده هستند. ما در تلویزیون اسرائیل مصاحبه‌های زیادی کردیم و آنها استقبال کردند از اسرائیلی ها. اتفاقا من یه ذره برام جالب هم بود و غیر منتظره بود، چون برای 50-60 سال این تصور میشد که اسرائیل شیطان مجسم هست، یک کشور شیطانی هست. ولی الان مردم عرب بیدار شدند از این شستشوی مغزی و حالا دریافتند که اسرائیل دست دوستی رو دراز کرده، قلب و دلش رو به سوی اونها دراز کرده. ممنونم از ادی کوهن، پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات. در ایران صد فعال سیاسی و مدنی در بیانیه خواهان آزادی شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار مؤسسه خیریه جمعیت امام علی شدند. در شبکه‌های اجتماعی هم کارزار گسترده‌ای در حمایت از آقای میمندی نژاد و همکارانش به راه افتاده. برخورد امنیتی و قضایی با آنها به موازات فعال شدن شبکه‌ای از خیریه‌های حکومتی صورت گرفته. به تازگی و با دستور آیت الله خامنه‌ای، سازمان‌ها و خیریه‌های وابسته به حکومت برنامه‌ای با عنوان رزمایش ایران همدل برای کمک به فقرا آغاز کردند. اما چرا حکومت به نهادهای خیریه و طبقه فرودست حساس شده؟ فرنوش امیرشاهی گزارش میدهد. وظیفه دونستیم طبق فرمایش حضرت آقا امام خامنه ای اطاعت کنیم و بیایم در این رزمایش شرکت کنیم. فرمانی که آیت الله خامنه ای پیش از ماه رمضان صادر کرد برای کمک به آسیب دیدگان مالی کرونا. چه خوبه که یک رزمایش گسترده ای در کشور به وجود بیاد برای مباسات و همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا. بلافاصله وبسایت رسمی رهبر جمهوری اسلامی شماره حساب اعلام کرد و از مردم خواست پول واریز کنند. همزمان رادیو، تلویزیون و نهادهای نظامی و غیر نظامی شروع به حمایت و تبلیغ گسترده این اقدام کردند، با استفاده از نمادهای جبهه و رزمایش و جهاد. این بلا هر چقدر هم بزرگه، پیش چشمای ما ضعیفه. این اقدامات همزمان با برخورد با جمعیت امام علی بود که کار اصلیش کمک به فقرا و کودکان است. مبتکر طرحهایی مثل کوچه‌گردان عاشق. حالا نهادهای خیریه حکومت بسته‌های مواد خوراکی و بهداشتی را به در خانه‌ها در مناطق محروم می‌برند. در وبسایت آیت الله خامنه‌ای از این نهادها به عنوان همکاران نام برده شده: کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، سازمان بهزیستی و سازمان بسیج. به جز این نهادهای رسمی، نام دو بنیاد خیریه جلب توجه می‌کند: جمعیت امام رضایی ها و بنیاد خیریه مادر مهربان. نه این کارو تموم کنید. اولی متعلق به حسین یکتا از فرماندهان سپاه و چهره های امنیتی است که در زلزله سرپل ذهاب کرمانشاه فعالیت های خیریه اش را شروع کرد.
کسی که قبلا بنیاد کرامت امام رضا وابسته به آستان قدس رضوی از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران را راه اندازی کرد در دوران ریاست ابراهیم رئیسی. اگه اون نیرویی که اون جلو قراره بجنگه درست نجنگه، کل این آفتاب لگن هفته شامونهاش میشه هیچی. بنیاد مادر مهربان هم توسط شهاب مرادی اداره می شود، واعظ مشهور تلویزیون و از نزدیکان و همشهری محمد باقر قالیباف. زمانی که آقای قالیباف شهردار تهران بود، او هم رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری بود. مهم اینه که تو چقدر پول میدی، مهم این نیست که چقدر پول به دست دیگران میرسه. این دو تنها نمونه هایی از خیری هایند که در چند سال گذشته تشکیل شدند. بیشتر بعد از اعتراض های دیماه 96 با تمرکز بر مشکلات معیشتی. به موازات فعال شدن این گروه ها، فعالیت خیریه های مستقل مثل جمعیت دفاع از کودکان کار و جمعیت امام علی بیش از قبل زیر ذره بین قرار گرفت. رئیس جمهوری و رئیس قوه قضاییه ایران اردیبهشت گذشته به فاصله یک روز به نفوذ دشمن در خیریه ها هشدار دادند. وقتی حکومت به خودش مطمئن نیست، از همه نگرانه و از هر جایی که این همه رو به وجود بیاره. یکی از جایی که همه به وجود میاره، پیوند به وجود میاره، جمع به وجود میاره، مراکز مردم نهاد، حرکات امدادی خیریه هست. خب حکومت باید نابود کنه اینا رو، برای اینکه میترسه اینا یه روزی کنار هم جمع بشن. باید برای اینکه حواس مردم رو از ویران کردن این حرکات و مراکز پرت بکنه، چیزهای مشابهی رو به وجود بیاره، مراکز امدادی دستساز رو به وجود بیاره. تا حالا از کل درآمدها و گردش مالی کمک‌های جمع شده در طرح ایران همدل گزارش منتشر نشده و اصولاً معلوم نیست که این خیریه‌ها چقدر می‌توانند در کنترل فقر مؤثر باشند. بر اساس گزارش نهادهای رسمی، اقتصاد ایران خیلی حال خوشی ندارد. این نمودار نشان می‌دهد که قدرت خرید هر نفر نسبت به سال 90 حدود 1/3 کاهش پیدا کرده و مطابق این یکی افزایش تورم و کاهش درآمد خط فقر را به طرز قابل توجهی افزایش داده. در چندین سیل و زلزله گذشته فراخوان چهره‌های معروف و نهادهای مستقل باعث جذب کمک‌های مالی زیادی شد، اتفاقی که توجه حکومت را به شبکه سازی و گسترش نهادهای خیریه جلب کرد. عملکرد 40 و چند ساله سازمان‌های دولتی و حاکمیتی فعال در حوزه خدمات رسانی به گروه‌های آسیب دیده مثل بنیاد مستضعفان یا کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی شامل یک ناکارآمدی بوده که اعتماد مردم به این سازمان‌ها و نهادها رو به دنبال نداشته. البته نمیشه این گزینه رو هم دور از ذهن دونست که گردش مالی نهادهای مدنی و مؤسسات غیر انتفاعی مستقل از دولت به دلیل اعتمادی که مردم به اونها دارن و به دلیل مرجعیت اونها برای دولت و حاکمیت مهم بوده. حالا دور دوم طرح موسوم به کمک مؤمنانه به اشاره رهبر جمهوری اسلامی در حال برگزاری است، با تبلیغات و امکانات گسترده و حمایت سپاه و بسیج. اما آمار و شواهد میگویند چهره فقر در ایران تغییری نکرده و حتی پیش بینی می شود روزهای سختری در پیش باشد. فنوش امیرشاهی، BBC. یک کشتی باری که سوخت آن در آب‌های بکر اطراف جزیره موریس نشت کرده، حالا به دو قطعه تقسیم شده. نشت نفت از سه هفته پیش که بدنه این کشتی ژاپنی شکاف برداشت شروع شد. جزیره موریس در اقیانوس هند یکی از نقاط مورد علاقه گردشگران است و از این رو دولتش کاملا متکی به درآمدهای توریستی حاصل از طبیعت کم نظیرش است. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این یک قطعه از کشتی دوپاره شده است که در آب‌های موریس فاجعه آفرید. کشتی باری ژاپنی نزدیک به 4000 تن سوخت فسیلی داشت. تا به حال امدادگران موفق شدند مانع از آن شوند که 3000 تن از این سوخت عمدتاً نفتی دریا را آلوده کند. اما برای 1000 تن نفت باقی مانده دیگر دیر شده. این بزرگترین فاجعه اکولوژیک برای جزیره موریس در اقیانوس هند است. جزیره‌ای که آبهایش حاوی تنوع زیست محیطی شگفت‌آوری از گونه‌های گیاهی و جانوری است. تنوعی که جزیره موریس را به یکی از جاذبه‌های گردشگری جهان بدل کرده.
روحیه داوطلبان بالاست، ولی همه میدانند که این آسیب زیست محیطی یک آسیب اقتصادی هم هست. این داوطلب میگوید میکوشد لکه نفت را قبل از شروع طوفانی که در روزهای آینده انتظار آن میرود محاصره کند تا به ساحل نرسد. نخست وزیر موریس زیر ضرب انتقاد است که چرا زودتر وارد عمل نشد. سه هفته از نشت نفت از کشتی میگذرد. تنها نکته مثبت این ماجرا است که این کشتی نفتی را از دست داد که برای سوخت خودش بود، یک نفتکش نبود. اگر بود محموله آن میتوانست تا 300 هزار تن باشد. شرکتی که این کشتی ژاپنی را بیمه کرده گفته که خسارت های وارده را پرداخت خواهد کرد، اما روشن نیست برای کشوری که درآمد اصلیش از راه توریسم است این خسارت ها که آثار آن تا ده ها سال بر جا میماند دقیقاً چقدر خواهد بود. سیاوش اردلان، بی بی سی. پیش از برنامه گفتگویی داشتم با امین غریب فقیم، رئیس جمهوری پیشین موریس، و اول از او پرسیدم که چه برآوردی از خسارات وارد شده دارد. متشکرم از اینکه از من دعوت کردین. خسارات هایی که وارد شده هنوز خیلی برای برآورد کردن زوده. از روز شنبه ما دریافتیم که کشتی به دو قطعه تقسیم شده و در حال حاضر نمیدونیم دقیقاً چقدر نفت هنوز در این کشتی وجود داشته، اما در روزهای آینده در موقعیت بهتری هستیم که بتونیم برآورد ارائه بدیم. زندگی مردم منطقه و همینطور افرادی که در اونجا هستند احتمالاً خیلی تحت تأثیر باید قرار گرفته باشه، درسته؟ Well, there's no doubt about it because as we emerge from the corona, where the country has been under lockdown for many months and the airspace is still closed, it means that one big component of our economy has been severely impacted as tourism. And for information, tourism for Mauritian economy brings about 24% of our GDP. توریسم 24% تولید ناخالص داخلی ما رو تشکیل میده. برای همه نشت نفت هم بسیار بر این حوزه تاثیر گذاشته، اما چه که خیلی ترسناک و نگران کننده هستش، باعث خواهد شد که افراد زیادی در بخش غیر رسمی از فعالیت‌هاشون باز بمونند. بسیار از ماهیگیران و افرادی مشابه، در واقع من با خیلی از این ماهیگیران هفته گذشته ملاقاتی داشتم و نگرانی رو در چهره اونها رو می‌دیدم، برای اینکه اصلا ایده‌ای ندارن که چه زمانی آب دریاها برای اونها امن خواهد بود که بتونن دوباره برگردن و ماهیگیری کنن. اما این فقط یک حوزه هستش، اما در تمام اقتصاد غیر رسمی که حول توریسم عمل میکنه تحت تاثیر نشت نفت قرار گرفته. دولت ژاپن، یا به عبارت دقیقتر شرکت‌های بیمه ژاپن، پذیرفتن که خسارت رو بدند. همکاری اونها چطور بوده تا حالا با شما؟ Well, so far we have heard a few positive noises coming out of Japan, but I think کشتی داریم که متعلق به یک کشور، اما پرچم یک کشور دیگر رو داره و اصلا نمیدونیم نفتش متعلق به کدوم کشور است. بنابراین سوالات زیادی رو مطرح میکنه که باید بهش رسیدگی بشه. مثلا ما در بیروت همین قضیه رو شاهد بودیم. کل صنعت کشتیرانی باید مجددا مورد بازبینی قرار بگیره و ما از همینجا میخوایم این درخواست رو بکنیم، این فراخوان رو بدیم، نه فقط از رهبران صنایع کشتیرانی که باید دقیقاً مشخص بکنه که تعلق این کشتی به چه کسانی هستش. مثلا این کشتی که الان دچار حادثه شد خیلی کشتی جدیدی نبود. آدم باید سوال بکنه که آیا اصلا این کشتی ها میتونن در آبهای آزاد حرکت بکنن و اینقدر سوخت به خودشون هم بکنن، اینقدر جنس به خودشون هم بکنن. این سوالاتی هستش که ما داریم میپرسیم. وقتش رسیده که کسانی که زیر ربط هستن در این مسائل پاسخگو باشند. و خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید ممنون میشم، چقدر طول میکشه پاکسازی جزیره شما؟ میدونیم که اونجا گونه های کمیاب طبیعی وجود داره. Well,
می‌دونید اگه به تجربه قبلی برگردیم سال‌های سال طول خواهد بکشید. ما هنوز دقیقاً نمی‌دونیم که کیفیت اون سوخت فسیلی و اون نفتی که نشت کرده چی هستش. می‌دونیم بعضی از نفت‌ها بسیار سمی هستند، بسیار سخت جمع کردنشون هستیم. ما در مرحله ابتدایی این برآوردها هستیم، ولی فکر کنم همونطوری گفتم فرآیندی بسیار طولانی باشه، ولی خوشبین هستیم که بتونیم تمام از شر تمام نفت راحت بشیم. اما اگر بتونیم این کار رو بکنیم، بازم لکه های نفت وجود خواهد داشت و این تأثیر خواهد گذاشت بر روی تنوع زیستی دریایی این منطقه و این خیلی آینده برای آینده ما خوب نیست. امین غریب حکیم بود، رئیس جمهوری پیشین جزیره موریس. مدیر بیمارستان جمع تهران میگوید که حال محمد رضا شجریان استاد آواز همچنان خوب نیست. آقای شجریان از دو روز پیش به علت افت سطح هوشیاری، افت فشار خون و شوک عفونی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده. بیمارستان جمع گفته که فشار خون و تنفس او بهتر شده ولی سطح هوشیاری او تغییری نکرده. دکتر حسن عباسی، پزشک محمد رضا شجریان از تهران با ما هستن. آقای دکتر، اول از حال آقای شجریان بگید. با عرض سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. از دو روز قبل یه مقداری شرایط عمومی استاد تغییر کرد و افت فشار خون و افت هوشیاری و شرایط سپتیسمی ایجاد شد که مجبور شدیم ایشون رو بیاریم بیمارستان و در بخش آی سی یو بستری بکنیم. در این دو روز اقدامات زیادی انجام شده برای کنترل همه مشکلاتی که یکی بعد از دیگری ایجاد شده بودند. تنها کاری که تونستیم تو یکی دو روز بکنیم مقداری کنترل فشار خون هست که اون هم بیشتر به کمک داروها بوده که در این یکی دو روز کنترل بوده و امروز نیاز ما به داروی کنترل فشار بازداری کمتر میشه. و شرایط عمومی به هر حال کریتیکال هست و این نمیشه گفت که از اون حالت بحرانی در اومدن. منتها داریم تمام سعیمونو میکنیم، متخصصین مربوطه، متخصص قلب، عفونی، متخصصین بیهوشی و بنده با تمام قوا در خدمتشون هستیم و داریم کارهای درمانی رو انجام میدیم و میشه گفت امروز یک کمی بهتر از دیروز هستن. دیشب یه حالت خیلی بحرانی داشتیم که خوشبختانه با کمک متخصصین مختلف و همکاران دیگرمون تونستیم رو کنترل کنیم و تا حدودی امشب بهتر از دیشب هستند و الان هم همین الان در خدمتشون بودم و بالا سرشون و شرایط فعلا پایداره. تنفس به چه شکل انجام میشه آقای دکتر؟ تنفس رو مجبوریم کمک بکنیم به خاطر اینکه خب ضعف شدید و کاهش هوشیاری و به اصطلاح اون سپتیسمی که هست مریض رو از این کار ناتوان میکنه. فرمودید که وضعیت بهتره، چقدر به بهبود حال ایشون در روزهای آینده یا در کوتاه مدت در حقیقت امیدوار هستید به اندازه ای که نگرانی رفع بشه؟ حالا اینو قطعا نمیشه پیش بینی کرد، منتها به هر حال نومید نیستیم و داریم تلاشمون رو میکنیم و شرایط مشابه رو ما خیلی زیاد باش درگیر بودیم تا این مدت تو این چند سال. اشاره کردید که چند سال با این موضوع درگیر هستید، در این سالها اوضاع به سمت بهبود رفته یا اینکه بیشتر نگران میکنه؟ ببینید بهبود کامل رو که ما انتظار نداریم به خاطر مسائل متعددی که بوده، به خاطر اون عوارض رادیوتراپی که بوده، ولی همین که تونستیم استیبل نگه داریم و شرایط رو پایدار نگه داریم، بتونیم راحتیشون رو فراهم بکنیم و از این موضوعی که هست و از این شرایطی که هست بدتر نشود و همین هدف ما بوده و تونستیم تا حالا حفظ کنیم. و اینی که ایشون به سطح بهتری برسند، به شرایط بهتری برسند، پیشبینی میتونید بکنید که چقدر ممکنه طول بکشه؟ به هر حال ما منتظریم که هر روز شرایط عمومی با توجه به درمان‌هایی که میشه بهتر از روز قبل باشه، ولی دقیقاً نمیشه پیش بینی کرد. گاهی این درمان‌ها جواب میدهد و گاهی هم جواب نمیده، ولی به هر حال ما نومید نیستیم و تمام کادر درمان و متخصصین مربوطه با تمام قوا
دارن تلاش میکنن و به هر حال امشب بهتر از دیشبیم، ولی اوضاع بحرانی هنوز هست و اوضاع استیبل آنچنانی که بخوایم خیلی امیدوار باشیم نیست. منتها در هر حال ما تمام تلاشمون رو میکنیم، همکاران هم در خدمت ایشون هستن، همه بر بالینشون مراقبیم. آقای دکتر، از صمیم قلب براتون آرزوی موفقیت میکنم. خیلی متشکرم. حسن عباسی، پزشک محمد رضا شجریان، استاد شهیر آواز ایران. و اما کرونا جانی یک هنرمند ایرانی رو گرفت. جاوید فخیم قنبرزاده، ترانه‌سرا و ترانه‌خوان موسیقی عرفانی که در سن 59 سالگی در استانبول درگذشت. آقای فخیم که در ترکیه با نام جاوید مرتضی اوغلو فعالیت میکرد، از پیروان کیش یارسان یا اهل حق بود. از او علاوه بر آلبوم‌های موسیقی، اشعار و کتاب‌های عرفانی هم در ترکیه منتشر شده. این هنرمند آذربایجانی نه در ایران بلکه در جمهوری آذربایجان و نه در ترکیه روی خوش ندید و به سبب باورهای دینی و عرفانی و سبک موسیقیاییش با او مخالفت‌های بسیار شد. مهرداد فرهمند گزارش می‌دهد. من دست غاری که جهانم بو جهان اسم آزم گوهر لا مکان منم کون مکان اسم آزم یارالی بیر بلبل گیبی Yaralı bir turna gibi İran'dan Anadolu'ya gelmişti. Hemçon bulbuli zahmi, durnayı zahm kurdu, az İran be Anatoli amad. Tamamlayan parçalar... İran ve Anatoli du ferhang ve du tamaddun bozorgand ki yekdiger ra kamel mikonand. İran coğrafyasındaki... Ma zir sayeyi u az İran amuhdim. Nevisende ve şair erzeşmendi bud ki hemrah şairan Alevi Anatoli ra miraft و هم فرهنگ اهل حق ها و یارسان ایران را به ما میشناساند. رفتن آذربایجان تو کنسرواتوار موسیقی، بعد دیدن که اونجا سیستم مقامی اونا یه چیزایی خاطر سیستم کمونیستی قدیم شوروی عوض شده، بعد اعتراضاتی کردن نسبت به اون. همیشه معترض بودن. دستگاه نوا رو دید که اونا دستگاه نوایی که مثلا ما تو ایران هم داریم اصلا جزء ردیف اینا نیست، کلا قدغن کردن. استاد از اول دستگاه نوا رو طراحی کرد و اونجا تو خون، بعد تو فوند طلایی آذربایجان گذاشتن. ما بعد مسئله از اونجا شروع شد، همه اومدن، اونایی که سیستمشون یکم نمیخوان عوض بشه میگن این چرا اومد این دستگاه خون. فقط دستگاه نوا نبود که مثلا دستگاه نوا نبود که اینا دوگاه نمیخوندن، بیات ترک نمیخوندن، اینطوری میگفتن اینا خیلی صداهای مذهبیه. بعد اینا رو کلن از سیستم درسشون هم آورده بودن چیز. بعد دست کرون هایی که تو تار بود اینا رو بریده بودن که استاد اینا رو بعد از اول بستن و زدن. بعد اینا گفتن ما نداریم. بعد اینا گفتن که فلان استاد که تار داره تو موزه، اون اینا رو داره همشون. تار رو از موزه برداشتن. سیستم اونقدر کارش خوب انجام میداد. استاد اذیت میکردن که شما اومدید سیستم ما رو عوض بکنین. از لحاظ عرفانی و موسیقی کلا یه مشکل شد که برگشتن ایران. اولین کسی بود در اون سالها به گمانم که رفت سراغ بازخوانی نسیمی به عنوان مثال، یا عرفان آذربایجانی به یک معنا، بازخوانی میراث علوی، بازخوانی میراث قزلباشی، نه فقط موسیقیش، در واقع اون آموزه های معطوف به اهل حق و آموزه های صوفی منشانه که ایشون ازش پیروی میکرد، خیلی زود مورد خشم و غضب روحانیت سنتی تبریز و مشخصا امام جمعه وقتی تبریز آقای محسن مشتری شبستری قرار گرفت. در و دیوار شهر توسط انصار حزب الله وابسته به دفتر امام جمعه پر شعار علیه آقای جاوید
شعارها دلالتهای بیشتر ارتداد و کفر و اینها ازش مستفاد میشد. یلا بخا بخا بارم کن اولدو. ما اومدیم کلن ترکیه، در ترکیه هیچ مشکلی نداشت تا ما یه پروژه درست کردیم حفظیدن تروسه، یعنی از تبریز تا تروس، تروس کوههای سلسله کوههای تروس هست که تو ترکیه، یعنی ما می‌خواستیم بگیم که این همین چیزه، می‌خواستیم بگیم چتر رو، می‌خواستیم بگیم این چتر خیلی بزرگه. کلا ما یه مجموعه تو این پروژه درست کردیم که تو TRT یعنی کانال دولتی ترکیه اینو اجرا دادیم. ما اینا این 13 قسمت که ضبط کردیم دادیم به اینا قرارداد تموم شد، از اینا پشیمون شدن که ما چرا با اینا این کارو انجام دادیم. کل سیستم عوض شد، یعنی ما کلا اقامت استادو ندادن دیگه، داغون کردن همه چیزو. مشکلشون این بود که اینا نمیخواستن که این باطنیگری که هست این طوری به هم بسته بشن. چهار ساعت شبانه روز هفت روز هفته میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، خبر، گزارش، تحلیل، عکس، ویدیو از تازه ترین های ایران، افغانستان، منطقه و جهان همه در سایت فارسی بی بی سی هست. آدرس ما رو هم که میدونید bbcpersian.com. ضمن این میتونید این برنامه و همینطور برنامه های قبلی 60 دقیقه رو در وبسایت بی بی سی فارسی تماشا بکنید و اگر به یوتیوب دسترسی دارید میتونید به کانال ما در یوتیوب مراجعه بکنید که تمام برنامه 60 دقیقه و همینطور بخش های مختلف خبری ما در روی یوتیوب هم قرار میگیره، میتونید به اونجا هم مراجعه بکنید. اگر نظری داشته باشید هم میتونید با تلگرام ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و ضمن اینها میتونید به ما ایمیل هم بذارید. ممنونم از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. شب و روز بر شما خوش.